حاج محمد علی فشندی یکی از اخیار تهرانه، خدا رحمتش کنه. ایشون میفرمود من از اول جوانیم مقید بودم تا اونجایی که ممکنه گناه نکنم، از طرفی هم عاشق زیارت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بودم. برای این جهت زیاد به حج مشرف می شدم بلکه بتونم در ایام حج خدمت امام زمانم برسم. در یکی از سالهایی که مشرف شده بودم به عنوان خدمه کاروانی رفته بودم. چون کارهای خدمتگذاری به دست من بود، من تصمیم داشتم برم به عرفات زودتر از اینکه حجاج میان، براشون یه جای مناسبی را انتخاب کنم، خیمه ها را سرپا کنیم. نیمه های شب که شد دیدم یه سید بزرگواری که شال سبزی به سر بسته بود به در خیمه من اومد، مرا به اسم صدا زد، فرمود حاج محمد علی سلام علیکم. من جواب سلام اون آقا رو دادم و از جا بلند شدم. ایشان وارد خیمه من شدن. اول من از اینا ترسیده بودم، یه چند جمله که با اون آقا صحبت کردم ترسم تمام شد، محبت اون آقا به دلم نشست. نشستیم به صحبت کردن، ایشون به من فرمودند که حاج محمد علی خوشا به حالت، خوشا به حالت. گفتم آقا چرا، چه خبره؟ فرمودند که میدونی در چه شبی در عرفات بیتوته کردی؟ این شب همون شبیست که جدم سید الشهدا ابا عبدالله الحسین در اینجا بیتوته کردن. پرسیدم آقا امام زمان الان کجا تشریف دارن؟ اون آقا فرمودن امام زمان الان در خیمه هستند. سوال بعدی گفتم آقا روز عرفه که میگن امام زمان سلام الله علیه در عرفات هستن، کجای عرفات تشریف میارن؟ اون آقا فرمودن حدود جبل الرحمه، که جبل الرحمه یک کوهیست در عرفات. گفتم آقا اگر کسی اونجا بره آقا رو میبینه؟ فرمودن بله میبیند ولی نمیشناسد. گفتم آقا فردا شب که شب عرفه است، آقا امام عصر سلام الله علیه به خیمه های حجاج هم تشریف میارن؟ به حاجی ها توجهی دارن؟ فرمودن به خیمه شما میان، برای اینکه شما فردا شب به عمویم ابوالفضل العباس متوسل میشید. معلوم میشه امام زمان من و شما خیلی به عموی بزرگوارشون علاقه و ارادت دارن. همه اینا بر اثر چیه؟ بر اثر اینکه آقا ابوالفضل العباس در نهایت تسلیم و وفای به امام زمانشون بودن. علمت تو عموی خوبم عمو عباس، تو نرو تا که پا نکوبم عمو عباس، تو نرو تا که پا نکوبم عمو عباس، می تو قلب حرم میگیر عمو عباس، تو قلب مرد میگی همو عباس، تو بابا تنها میمیر همو عباس. به من فرمودن حاج محمد علی 100 ریال سعودی به تو میدم، تو از طرف پدر من حج به جا بیار. عرض کردم آقا اسم پدر شما چیست؟ آخه نائب باید موقع نیابت اسم اون شخص متوفا رو ذکر بکنه. آقا اسم پدر شما چیست؟ فرمودن اسم پدر من سید حسنه. گفتم آقا اسم خودتون چیه؟ فرمودن سید مهدی. من پولو گرفتم. در این موقع آقا برخواستن که از خیمه بیرون برن. من به عنوان خداحافظی بغلمو باز کردم، آقا رو
به حساب معانقه در بغل گرفتم. چند لحظه بعد از این که از من جدا شدن، یه وقت من نگاه کردم، دیدم تو صحرای عرفات هیچ کسی رو نمیبینم. این طرف نگاه کردم، اون طرف دیدم کسی رو نمیبینم. یه وقت به خودم آمدم، دیدم این آقا در سرزمین عرفات اسم منو بلد بودن، منو به اسم صدا زدن، به زبان فارسی با من صحبت میکردن، فرمودن اسمم سید مهدیه، اسم پدرم سید حسنه. فهمیدم که چه توفیقی داشتم و از دست دادم. نشستم زار زار گریه کردم. فردای اون روز که اهل کارمانمون اومدن، من برای روحانی کارمانمون قضیه رو تعریف کردم. روحانی هم رفت برای اهالی کاروان تعریف کرد و شور و حالی میان اهالی کاروان راه افتاد. اما جالب اینه، من فراموش کردم که بگویم که اون آقا فرمودن که من فردا شب به خیمه شما میام به خاطر اینکه شما روزه عموم ابوالفضل عباس رو میخونید. تو را دارم چه غم دارم، ابوالفضل علم دارم، چه سان نشه تو بردارم، چه سان رو در حرم آرم، نه قوت در کمر دارم، ابوالفضل علم دارم. نگهبان حرم عباس، امید خواهرم عباس، پناه دخترم عباس. فردا شب شد، اهالی کاروان جمع شدند، روحانی جلو ایستاد، نماز جماعت برگزار شد. بعد از نماز اون روحانی شروع کرد به توسل و روزه حضرت ابوالفضل عباس رو اتفاقا شروع کرد به خوندن. حال عجیبی شد میان کاروان، حال خوبی داشتن اهالی کاروان. اما من همش منتظر بودم، آقا وعده کردن که من به خیمه شما سر میزنم وقتی روزه عموم را بخونید. دیدم خبری نشد. آخرای روزه بود، دیگه کاسه صبرم لبریز شده بود. دویدم از خیمه بیرون، یه وقت نگاه کردم، دیدم آقا حضرت ولی عصر سلام الله علیه بیرون خیمه ایستادن، دارن به روزه گوش میکنن و دارن عشق میریزن. اینجاست، اما ایشون با دست اشاره کردن که چیزی نگو، در زبان من تصرف کردن، دیدم نمیتونم صحبتی بکنم. هرچه سعی کردم به سمت آقا برم، دیدم گویا قدرت حرکت ندارم. من یک طرف در خیمه ایستاده بودم، آقا طرف دیگه ایستاده بودن و گریه میکردیم با شنیدن مصائب آقا ابوالفضل عباس. وقتی روزه تموم شد، دیدم آقا تشریف بردن، دیگه آقا رو نمیبینم. عزیزان من، همه این داستان در اثر این اتفاق افتاده که حاج محمد علی فشندی میگه من در دوران جوانیم سعی بر این بود تا اونجا که میتوانم گناه نکنم،
گناه نکردن اثر مهمی که داره اینه که توفیق میده انسان بتواند به محضر امام زمانش مشرف بشه. بیاید من و شما هم با ترک گناه، با توبه از گناهانمون در این شب و روز تاسوعا و عاشورای حسینی، با توسل به عموشون ابوالفضل العباس، نظر توجه عنایت امام زمان سلام الله علیه را به طرف خودمون جلب کنیم. یادمون باشه در همه این توسلات ذکر شریف اللهم عجل ولیک الفرج از یادمون نره، در صدر دعاهامون دعای برای فرج امام زمان باشد، که خود آقا وعده داده اند که اگر کسی بعد از مصائب جدم ابی عبدالله و عشقی که برای اون آقا ریخته، اگر برای فرج من دعا کند، من برای حوائج او دعا می کنم. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة و تمتعه فیها